سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. تو این ویدیو میخوام روش استفاده از مستر استریم بهتون توضیح بدم. شما بعد از اینکه اکانت میسازید و وارد مستر استریم میشین، سمت چپ همچین پنلی دارید که وضعیت اشتراکتون رو میگه و تاریخ انقضای اشتراکتون رو. در منوی سمت راست قسمت ری استریم، مدیریت استریم ها، شما میتونید قسمت پنل راستی سایت میتونید لیست تمام سرورها و ظرفیت‌هاشون رو ببینید و یکی از سرورها رو انتخاب کنید جهت اتصال که ظرفیت خالی داره و اون سرور رو داخل OBSتون اضافه کنید. توی قسمت کلید امنیتی میتونید کلید امنیتتون رو با این کلید با این دکمه کپی کنید و داخل OBSتون وارد کنید. حتما از این دکمه واسه کپی کردن استریم کی استفاده کنید و اینکه به هیچ عنوان اینو راست کلیک و کپی نکنید و حتما از این دکمه استفاده کنید. دکمه ساخت کلید جدید و منقضی کردن کلید قبلی هم بزنید، این کلید رو براتون ریست میکنه و به شما یک کلید جدید میده. و قسمت پایانی صفحه، یعنی پایین صفحه، لیست سرورهایی که ثبت کردید، به عنوان مثال تویچ رو من قبلا ثبت کردم، میتونید اونا رو ببینید، فعال یا غیر فعالشون کنید و یا اونا حذفش کنید. توجه داشته باشید حتما باید برای اتصال به سرورها یه دونه سرور اینجا ثبت شده باشه و اون سرور فعال باشه، وگرنه سرورها اجازه اتصال نمیدن. یعنی شما باید حداقل یه سرور فعال برای ریستریم شدن رو داشته باشید. از منوی سمت چپ بالا شما میتونید استریم کیاتون رو اضافه کنید. به عنوان مثال من میخوام الان تویچ اضافه کنم. میرم تو بخش ستینگز تویچم، اول یه بار روی ریست میزنم، یه ثانیه ساب میکنم و این دکمه کپی رو میزنم، میام اینجا پیستش میکنم، از منو تویچ رو انتخاب میکنم و یوزرنیم رو میزنم و اضافه کردن سرور رو میزنم. سرور جدید اضافه شد. این انتها من میتونم سروری که اضافه کردم رو ببینم یا حذفش کنم اگر لازم بود. و اگر بخواید آپارات رو هم ساب کنید میتونید روی این دکمه بزنید و ساب کنید لودینگش بره و روی این کپی کلیک کنید. دوباره از منو آپارات انتخاب میکنید، اینجا استریم کی آپاراتتون رو میدید و یوزرنیم آپاراتتون و اضافه کردن سرور استریم رو میزنید. حالا فقط کافیه که شما یکی از این سرورها رو انتخاب کنید، ظرفیت خالی داره، یعنی جلوش پیام قرمز نداشته باشه که این سرور ظرفیتش تکمیل شده، یکشون رو داخل OBSتون کپی کنید و این استریم کیو با این دکمه کپی کنید و داخل OBSتون وارد کنید و استارت استریم بزنید. به راحتی میتونید استریم کنید. بخش‌های مختلفی وجود داره توی سایت، اما یکی از بخش‌های مهمش تاریخچه استریم هاست که میتونید وضعیت استریم‌هایی که داشتید رو ببینید و توی قسمت جزئیات بیشترش میتونید اتصال سرورها به همدیگر رو هم مشاهده کنید. اتصال به دیسکورد هم یه قابلیتی که به سایتمون اضافه شده. شما اول توی دیسکورد ما با کلیک روی این گزینه جوین میشید، با کلیک روی این گزینه باتمون رو به اکانت دیسکوردتون متصل میکنید. از این به بعد حالا یه سری اعلانهایی که مربوط به اکانتتون داخل مستر استریم هست رو میتونید دریافت کنید و اگر حالا به سروری کانکت میشید و شما رو دیسکانکت میکنه به هر دلیلی هی ریکانکت میخورید، بات ما بلافاصله تو دیسکورد بهتون پیام میده و علت اون دیسکانکت شدنتون رو بهتون میگه تا مشکل رو رفع کنید. یه قابلیتی که میتونید استفاده کنید، الزامی نیست ولی کمک میکنه که یه سری از خطاهاتون رو رفع کنید. این قسمت هم قسمت پشتیبانی با سایت، شما هر جای سایت که باشید میتونید با کلیک روی این گزینه چت با ساپورت ما صحبت کنید. توی قسمت سایر موارد هم میتونید سوالات تکراری سایت رو مطالعه کنید و اینکه اکثر نکاتی که مهم بوده و عموما کاربر رو میپرسیدن رو ما اینجا اضافه کردیم. اگر یه سوالی پر تکرار باشه حتما توی این بخش اضافه میشه. ممنونم این ویدیو رو دیدید. خدا نگهدار.